میگه دارم کمک میکنم. پس انداز الان توی موقعیت برای من اصلا مطرح نیست. پنجاه کنیم که چی بشه. و اگر تونستیم یک دریچه بشیم، یک پل ارتباطی بشیم بین برون و درون ایران و یک کار مثبتی، یک دونه مشت و شکم این رژیم فرو بکنیم و جگرش بکشیم بیرون، این کاری که انجام شده. یک دست صدا نداره. داستان پدر رو براتون گفتم. یک دست کاری نمیتونه بکنه. 40 تا تلویزیون میتونه. من یه خبری صحبتی میخوام با هنرمندانمون، خوانندگانمون بکنم. ببینین من از این شاخه به اون شاخه نمیپرم. هدف دارم، دارم فکر خودم رو منتقل میکنم. من موئین رو بسیار دوستش میدارم. تو تمام ماشینام هم موزیکای موئین هست. موئین جان، عزیز من، توی که میخونی میخوام به اصفهان برگردم. من پیشونیت رو میبوسم. چرا کاری نمیکنی که برگردی؟ برای من آهنگ میسازی که دل منو ریش کنی؟ البته میدونم خود اصفهانی هستی. من میخوام به ایران برگردم. خانم گوگوش که من تو رو بسیار دوست میدارم. من جوانیم رو با تو زندگی کردم، عشق کردم، موزیکات رو گوش کردم، اصلا بهترین اطلاعات من دادی. چرا ساکتی؟ وقتی اومد این آهنگ زردوش رو خوندی کجا رفتی؟ من اشکال نمیبینم خانم گوگوش میره دبی. به هر صورت یه عده رونی میان، ولی اشکال دارم اون کسایی که در دبی میان کنسرت گوش میکنن اون ملت ایران نیستن. متاسفانه درصد زیادیشون اون 2 میلیون هستن که اینجوری رژیم رو گرفتن نگه داشتن. چون ملت ایران نمیتونه افورد بکنه بیاد اونجا به ایتای 2300 دلاری بگیر. نمیتونه. میمنه میسوزونه. آقای ابی کجایین؟ آقای داریوش کجایین؟ بقیه خانواده جایی که اومدین؟ خب همه تون از نظر رفاهی زندگی مقداری مرفه هستین. پس ایرانتون چی شد؟ فقط دوست دارین آهنگ ایران ایران بخونی برای من؟ چرا نمیان جلو؟ چه اشکالی داره؟ تمام خواننده ها بیان بدون استثناء. لازم نیست عبری داشته باشیم. بگی آقا من برای 3 ماه هر چی میخونم ایران ایران ایرانه. چرا نمیکنید این کارو؟ چه از اینه براتون داره؟ بیان کورسنتای مجانی بذارین. پولش هم از مردم نگیرین. خودتون میتونید یه سارون بگین 5000 دلار بدین. واقعا میتونید. بذارین کورسنت مجانی بیان جای ایران رو بخونید. ملینا مرکوری توی یونان بلند شد مملکتی رو عوض کرد. و شما بیان جای بذارین خب کورسایی بذارین 5 وقت بگین چرا این والو شدین همه؟ چرا این والو ایرانتون نمیشین؟ چرا؟ چرا نمیان قدمی بردارین؟ برای چی این کارو نمیکنین؟ ضرر بهتون میخوره؟ شما کم از این ملت ایران درآمد داشتین؟ زندگی اغلبتون خوبه. هر کورسایی تو حداقل 10 تا 20 تا 30 هزار دلار دارین مردم بهتون میدن. شما فکر کنید اگر موئین عزیز من، گوگوش عزیز من، همشون یه کنسرت‌های مرتب بگذارن فقط آهنگ‌های ملی میانی بخونن. خانم شیفته کجای عزیز من؟ من تو رو دوست دارم. هر موقع تو تعزاب بودم یه سلام علیکی کردم بود. چرا عقب کشیدیم؟ ما گیواب کردیم. میدونین چرا؟ یه مثال براتون میزنم بعد خطا رو میگیریم. یه آقایی در شهر خودش بسیار ثروتمند بود. مرفع. بیزینس داشت. بده بسیار زیادی براش کار می‌کردن. مثلا این وضعی که در امریکا پیدا شده الان یه دی اوت اف بیزینس میشن، یه بانکراپ میشن. ایشون وضعش خراب شد. میشه دیگه. ایشون همه چی از دست داد. بیزینسش را بدهکار یا بیچاره کردن. یه روز دیدی کار نمیتونه بکنه. یه روز نصف شب بیدار شد، دید زن و بچه‌اش خوابیدن. بدون اینکه اینا رو از خواب بیدار بکنه، رفت یواشکی یه بوسه از طرف هوا براشون فرستاد و از خونه رفت بیرون. گفت من دیگه زندگیم تموم شده. من میرم بمیرم دیگه. من همه چی داشتم، همه چی از دست دادم. ما ایرانی ها اون شدیم. گیواب کردیم. گیواب کردیم واقعا. بیرو دروازه بدم گیواب کردیم. فرودین چا میگن آقا نمیشه. این حالا تا خرخره مسلح نمیشه. چرا میشه عزیز من؟ نه بگو ما هستیم. بگو ما میتوانیم. ما هستیم برای چی؟ برای چی بریم ریوا شعار بنویسیم؟ مردم جلو خط بیاریم آقا جون بس دیگه این کار. شما که رفتین تو اون هتل جمع شده 50-60 نفر بلند میشینن دقیق ما هستیم ما هستیم چی کار داریم میکنیم؟ ما هستیم برای چی؟ باید بگیم ما میتوانیم، ما میتوانیم رژیم رو بیاریم پایین، ما میتوانیم وقتی مردم رای دادن رژیم پادشاهی رو و عظمت رو به ایران برگردونیم. غیر از اینه؟ این آقا رفت سحرگاه، هوا خنک بد نیست، چندین ماه رفت روز شد، آفتاب شد، پیاده رفت، رسید به بیابونی که دیگه هیچی نیست. گرما داره جونش رو میگیره. عرق کرده، نه آبی نه آذوقه با خودش بوده، رفته بمیره. بین راه خسته شد، دید نه دیگه نمیکشه. گفت خب اینجا قرض کنم من میمیرم دیگه. یه دیوار شکسته ای رو پیدا کرد. یه مقداری
خورشید سایه انداخت و پایین دیوار دراز کشید. گفت خب من اینجا میمیرم دیگه، من گیو آب کردم، من دد. نشسته بود همینجور تو فکرش، کاری نداره که، داشت به زمین نگاه میکرد، دید روی زمین روی خاک داره یه چیزی حرکت میکنه. کنجکاو شد، دید یه مورچه است. یه مورچه فنگلی. هیچ کاری نداره نشد، دید مورچه رفت نگاه کرد، دید یه مقدار غذا دهن این مورچه است، داره میره جلو. این کنجکاو شد، نشسته کاری نداره، میخواد بمیره، یه جون داره مورچه پیدا شده. این مورچه داره میخواد بیاد، یه مقدار سر بالایی هستش که باید بیاد که بره اونور دیوار. دید این مورچه مرتب یه خوده میره بالا، غذاه تقریبا سه برابر جرسه مورچه، تلپی میفته پایین، مورچه برمیگرده دوباره گاز میگیره برمیگرده. هزار دفعه، 1200 دفعه، نمیدونم چند دفعه نشست، کاری نداره، نشست شمرد. 1556 دفعه یه مرتبه دید که این مورچه خلاصه he did everything he could. He never gave up. گیو آب نکنید. رفت بالا، دید رفت از اون بالا، رفت اون سوراخیه، یه مرتبه هیس کلیک کرد اینجا. گفت اه، این مورچه به این فنگلی که جسه من 100 میلیون برابر اینه گیو آب نکرد. منی که یه زمانی در یک شب برای خودم شخصیتی بودم، گیو آب کردم، اونجا دراز کشتم بمیرم. بلند شد، خودش رو تکون داد. این تکون دادن میدونی گرد و خاک میتونه باشه، میتونه اون یأس و ناامیدی باشه. خوش تکون داده، به هر قدرتی که داشت خودش رسون به شهر. مردم نگرانش بودن، کجا رفتی، چی شد؟ آقا گفت والله من خستم، رفتم خود هواخوری. به هیچ کس نگفت، اومد رو از زن بچه‌اش بوسید و بعد گفت من الان با دوباره برگردم به اونجایی که بودم. شروع کرد یه مقدار از این قرض و قوله کرد، یه مقدار چیز کرد، یه مدت طول کشید، دوباره برگشت به همون موقعیتی که قبلا داشت. ببینید گیو آب نکرد. ما ایرونی ها گیو آب کردیم، باید برگردیم مملکت پس بگیریم. یک روز مردم از سوال کردن که آقا چی شد، شما ورشکسته شدی، الان دوباره از چی بود؟ گفت من براتون میگم. یه میتینگ گذاشت، 20,000 نفر جمعیت شهر دور هم جمع شدن و این آقا رفت اون بالا وایست و سخنرانی کرد. بله شما وضع من رو دیدین، ورشکسته شدم، واقعا وضعم بد بود و الان دوباره میبینیم برگشتم. گفتن خب شما راز این سیکرت تو چی بود؟ What happened؟ Did somebody help you? Did you give some money? گفت نه، من یه دوست پیدا کردم. این دوست خیلی مشوق راهنمای خوبی بود برای من. همه فکر کردن خب الان یه آقای میاد اونجا میگه رفته با این مشورت کرده، باهاش کنسالت کرده و ایشون الان یه مقدار چیزای اقتصادی بهش یاد داده. خوب صبحش گفت دوست من اینجا با منه، شما نمیبینیش، همه نگاه اون کسی نیست اینجا. بعد یه قوطی کوچولو اینقدری داشت، این گفت این دوست منه. همه زدن زیر خنده، گفتن شما دارید شوخی میکنی با ما. یعنی چی؟ گفت نه جدی بهتون میگم، این دوست منه. بعد باز کرد یه دیگه دورش بندن، گفت یه مورچه است این تو. گفت خب یعنی چی؟ داستان تعریف کرد، گفت من از این مورچه دست گرفتم. این جواب نکرد. یه دیگه که من میشناسن دور نزدیک، به خود یه دوست عزیز دارم که طرف های سانفرانسیسکو زندگی میکنه، به احتمال زیاد داره برنامه رو نگاه میکنه، میدونه من این داستان رو 20 سال 25 سال پیش بودم. من یه مورچه‌ام، مورچه‌ای که بلندای قامت من 6'4 من 6'4 قدمه، ولی واقعا از نظر سماجت یک مورچه هم. من گیواب نمی کنم. من در یه محله خیلی کوچک شهر عقب افتاده کاشون مسئله بیرون اومدم، ببین الان چه مسیر رو طی کردم و واقعا خانواده پولداری هم نداشتم. این مسیر رو به خودم افتخار می کنم. چرا؟ خانواده 3-4 نفر برادر خواهر با هم موندیم و الان جلو شما نشستم دارم با شما صحبت می کنم. باور کنید بابای من دیناری برای من ارثیه نگذاشت، نداشت. اون فقط اینقدر قدرت داشت که 3 پسر 3 دختر رو به مدرسه و دبیرستان و یکی دوتشون رو به دانشگاه بفرسته. مورچه خیلی کارا میتونه بکنه، یعنی شما از این مورچه کمترین. در داخل ایران عزیزان من، امید رو از دست ندین، نگین اینا تا خرخره مسلحن. مسلح اصلا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اصلا فقط باعث ترسوندن شماست. و اگر 500 نفر اومدین بیرون بر ضد شما استفاده میکنن، 1,000 تا اومدین پدرتون در میارن، 10,000 تا اومدین 15,000 نفر میپسن. ولی اگر 1,000,000 اومدین بیرون، غلط میکنه علی خامنه یا پاسدارانش بتونن 1,000,000 پاسدار جلو شما بیارن، اون وقتی که شما برنده میشین و اینا رو میارنشون پایین. سایتر از این میشه گفت. تیمسار روحانی تقریبا داره توی مایه ها صحبت میکنه. امیدوارم ایشون به من افتخار بده یک روز من بشینم صورتشون رو ببوسم باشون صحبت بکنم. باید بلند بشین، هر کار دیگه فکرشو بکنید خودتون رو گول زدین و دو این ساعت موندی. من نمیخوام بریم بالا، آمریکا بیاد کمک بکنه ببینیم اون چی میشه. الان میگن انتخابات ایران چی میشه، انتخابات چی کار دارین؟